درود بر شما. با 16 نکته جالب و جذاب درباره خودروی محبوب مینی در خدمتتونم. شماره 1. وقتی در میانه های دهه 50 میلادی نیاز به خودروهای کوچک در اروپا احساس شد، مدیران بریتیش موتورز الک ایسیگونیش را به عنوان یک طراح و مهندس مأمور طراحی محصول جدید کردند که بعدها مینی نام گرفت. مینی در ابتدا در سال 1959 با برند آستین به بازار عرضه شد. شماره 2. فقط 2 سال بعد از معرفی خودروهای اولیه، بریتیش موتور با همکاری جان کوپر که طراح مشهور خودروهای مسابقه‌ای بود، مدل‌های مینی کوپر را به عنوان نمونه‌های اسپورت مینی معرفی کرد. این خودروها به سرعت مورد توجه قرار گرفتند، چرا که مینی در ابتدا برای قشر کارگر و متوسط جامعه انگلستان طراحی شده بود، اما خیلی زود قشر خاص و ممتاز انگلیسی، آن هم در انگلستان که جامعه‌ای به شدت طبقاتی است، برای خرید مینی کوپر صف کشیدند. شماره 3. خانواده مینی با معرفی مدل‌های استیشن، وانت و غیره به صورت گسترده و پرفروش شد، تا جایی که در اوایل دهه 70 میلادی خودروهای مینی پرفروش‌ترین مدل خودرو در اروپا بودند. در میان مالکان مینی چهره‌های سرشناس زیادی به چشم می‌خورد، اما شاید جالب‌ترین آنها انزو فراری باشد. انزو فراری بزرگ و مغرور که هیچ خودروی را غیر از فراری قبول نداشت، مالک یک دستگاه مینی بود. غیر از او، اعضای خانواده سلطنتی انگلستان، اعضای گروه بیتل و بسیاری دیگر از چهره‌های مشهور در لیست بلند خریداران مینی جای داشتند. شماره 5. مینی موفقیت‌های زیادی هم در مسابقات به دست آورده، تا جایی که در لیست افتخاراتش قهرمانی در رالی مونت کارلو هم به چشم می‌خورد. شماره 6. مینی های اولیه تا مدت ها روی خط تولید بودند، دقیقا برای بیش از 40 سال. آخرین مینی کلاسیک در سال 2000 خط تولید شرکت را ترک کرد و در آن زمان 5.5 میلیون دستگاه از این خودرو تولید شده بود. شماره 7. هرچند مینی را فقط با نام مینی میشناسیم، اما این خودرو در طول تاریخ بیش از هر خودروی دیگر تغییر مالک داده، چرا که مالکیت آن بین شرکت‌های مختلف دست به دست می‌شد، تا جایی که آستین مینی، موریس مینی و روور مینی همگی مینی هستند. شماره 8. مینی‌های اولیه پنجره‌های کشویی داشتند تا فضای کمی درون درهای خودرو گرفته شود و هزینه تولید پایین بیاید. ایسیگونیس می‌خواست درون درها فضایی برای قرار دادن نوشیدنی تعبیه کند، چون خودش عادت داشت در زمان رانندگی نوشیدنی بنوشد. شماره 9. مینی‌های اولیه رادیو نداشتند و جایی هم برای نصب رادیو در آنها تعبیه نشده بود. در عوض جاسیگاری مینی‌های اولیه بسیار بزرگ بود، آن هم به یک دلیل بسیار ساده. ایسیگونیس خودش یک سیگاری قهار بود و به نظرش رادیو یک عضو زیادی در خودرو بود. او معتقد بود جاسیگاری بزرگ شما را از توقف برای خالی کردن آن بی نیاز می کند. شماره 10. چند نفر می توانند در یک مینی جا بگیرند؟ 4 یا شاید با کمی دوستانه تر نشستن 5 نفر. اما یک گروه معتقد بودند این عدد را می توان افزایش داد و برای امتحانش 28 نفر را درون یک مینی جای دادند. البته شما اصلا این کار را نکنید.
چرا که همه این افراد ژیمناست‌های دوره دیده بودند. شماره 11. وقتی در آخرین سال قرن 20 هیئتی از روزنامه‌نگاران معتبر صنعت خودرو تصمیم گرفتند خودروی قرن را انتخاب کنند، در کمال تعجب و بالاتر از خودروهای مانند بیتل و سیتروئن دی اس، این مینی بود که رتبه دوم خودروی قرن را برای تأثیر زیادی که روی خودروهای پس از خود گذاشت به دست آورد. رتبه اول این لیست هم به فورد مدل تی رسید. شماره 12. مینی آنقدر جذاب و مشهور بود که انگلیسی ها در المپیک لندن از آن برای کمک در بعضی از رشته های دو میدانی استفاده کردند. البته برای این کار چندین دستگاه مینی الکتریکی در ابعاد کوچک ساخته شد که وظیفه برگرداندن نیزه ها و چکش ها را در مسابقات بر عهده داشتند. شماره 13. از 1960 تا 1967 مینی توانست بازار خوبی در آمریکا هم به دست آورد. آمریکایی ها البته برخلاف اروپایی ها توجه زیادی به بحران بنزین نداشتند. برای آنها هنوز یک خودروی خوب یک خودروی بزرگ بود. اما در چنین بازاری مینی توانست جای خود را باز کند و طی این مدت بیش از 10,000 دستگاه مینی به آمریکا صادر شد. شماره 14. مینی در ابتدای عرضه با قیمت 497 پوند به بازار عرضه می شد که معادل 10,000 پوند امروزی است. برای مقایسه بد نیست بدانید قیمت این خودرو در آمریکا چیزی در حدود 1200 دلار بود. در شرایطی که در سال 1960 متوسط نرخ دستمزد سالیانه در آمریکا بیش از 6,000 دلار بود و البته در همان زمان ارزان‌ترین خودروی بازار آمریکا یک مدل رامبلر با قیمت 1800 دلار بود. شماره 15. مینی هرچند توسط شرکت‌های مختلف در انگلستان تولید شد، اما آنقدر محبوب بود که در سال 1969 به عنوان یک برند مستقل تولید شد و از آن پس نام مینی را به عنوان یک خودروی مستقل می‌شنیدیم. شماره 16. مینی یک چهره سینمایی و تلویزیونی بسیار معروفی است، شاید معروفتر از بسیاری از خودروهای جهان. نام مینی های کلاسیک با نام رومان اتکینسون معروف به مستر بین پیوند خورده است. در میان فیلم‌های سینمایی نیز باید از فیلم مشهور شغل ایتالیایی نام برد، فیلمی که در آن از خودروهای مینی برای یک سرقت بزرگ و فرار مشهور در خیابان‌های شهر استفاده می‌شد. در مورد این فیلم که در سال 1969 اکران شد، بد نیست بدانید که با وجود نقش کلیدی و تبلیغاتی خودروهای مینی، شرکت بریتیش موتور حاضر به تأمین تمام خودروهای این فیلم نشد و تیم سازنده مجبور شدند خودروها را از بازار خریداری کنند.